در این بخش برنامه پریسا پوینده با ما همراه میشن، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و مرسی که من در برنامه‌تون دارید. سپاس که همراه ما هستید. پریسا پوینده، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در رابطه با سطور حکم اعدام برای توماج صالحی تا به اینجا چه اقداماتی انجام داده؟ بله، ما امروز بلافاصله بعد از اینکه این خبر بسیار ناراحت کننده و نگران کننده رو شنیدیم، یک بیانیه صادر کردیم که در این بیانیه یک هفته اعتراض رو علیه حکم اعدام توماج صالحی اعلام کردیم و به تمام مردم فراخوان دادیم که در ایران و خارج از کشور به هر شکل و طریق ممکن با خیابون اومدن، با نوشتن شعارها و نام توماج بر در و دیوار و با نوشتن نامه ها به دولت ها و مراجع بین المللی و دیدار با اشخاص به اصطلاح سیاسی دولتی بخوان که به این حکم اعتراض بکنن و خواستار لغو حکم اعدام توماج و آزادیش بشن. همینطور در خود هلند فردا تجمعی رو در مقابل پارلمان هلند با سازمان ها و فعالین دیگه فراخوانده. چه ساعتی فراخوان برای هلند هست همونطوری که گفتید؟ بله، ما فردا ساعت 1 تا 3 مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه و یا دنهاخ هست. 1 تا 3 به وقت اروپای مرکزی. خب با توجه به اینکه دست به کار شدید به سرعت برای یک چنین تجمعی، اهداف چه هست و چه فراخوانی به ایرانیان ساکن فکر میکنم شهر لاهه باشه، درسته؟ بله، کلن ایرانیان ساکن هلند، خب خیلی روشنه، یکی از اهداف ما یکی جلب افکار عمومی هست در خارج از کشور، برای اینکه خب خود توماج یک چهره بین المللی و شناخته شده هست و موضوع به اصطلاح مبارزه علیه اعدام هست، موضوع مبارزه علیه جمهوری اسلامی هست در شرایطی که مردم در خیابون‌ها هنوز اعتراضاتشون جریان داره، انقلاب زن زندگی آزادی هنوز جریان داره و در سطح بین المللی هم جمهوری اسلامی بسیار منزوی شده، با اعتراضات بزرگ و مهمی روبرو هست و به همین دلیل ما فردا فراخوان میدادیم و از همینجا به هر کسی که صدای منو میشنوه میخوام که فردا ساعت 1 تا 3 در شهر لاهه و یا دنهاخ مقابل پارلمان صدای توماج صالحی باشیم. توماج صالحی صدای دانشجویان، معلمان، کارگران از بلوچستان تا زاهدان و اهواز، صدای انقلاب زن زندگی آزادی بود، صدای زندانیان سیاسی، صدای کودکان کار و امروز جا داره که ما صدای توماج صالحی باشیم و به تبع علیه اعدام این حکم شنیع غیر انسانی باشیم. همین حالا 6 نفر دیگه از عزیزانمون زیر حکم اعدام هستند که بسیار مهم هست که ما اسم اونها رو هم در تمام تجمعاتمون فریاد بزنیم. خیلی متشکرم که حضور داشتید پریسا پوینده در این برنامه پخش مستقیم. اما در رابطه با اهداف برگزاری یک چنین تجمعاتی شما صحبت کردید که به نوعی الان همه دارن میگن که حکم اعدام توماج صالحی انتقامی هست که جمهوری اسلامی در 10 روز گذشته از انقلاب زن زندگی آزادی از زنان خواسته بگیره، حالا انتقام انقلاب زن زندگی آزادی رو از توماج میخواد بگیره. چقدر در تجمعاتی که برگزار میکنید یا نامه هایی که میدید به نهادهای بین المللی مسئله جنگ علیه زنان و این خشونتی که ما در همین 10 روز گذشته دیدیم برجسته هست؟ بله حتما، بسیار مهمه که به این موضوع که همین حالا در مدیای اجتماعی با جنگ علیه زنان شناخته شده اشاره بشه و یکی از به اصطلاح موضوعات مهم امروز هست. جمهوری اسلامی یک جنگی رو با مردم شروع کرده، همین حالا شاهد این هستیم که بیانیه‌ای از ایران از طرف فعالین
سطوح مختلف، کارگری، معلمان، حتی زندانیان سیاسی با امضای اینها منتشر شده و گفتن که جمهوری اسلامی داره جنگی رو با مردم داره شروع کنه و به همین معنا با زنان وارد جنگ شده و اعتراض کردن به سیاست‌ها و اقداماتی که جمهوری اسلامی در خیابان علیه مردم داره انجام میده. خب جمهوری اسلامی از طرفی با اسرائیل وارد در واقع جنگ شد و قصدش هم این بود در واقع که بتونه در ایران به سرکوب‌های خودش ادامه بده بله و توجه جهانیان رو به سمت دیگه جلب کنه، اما مردم در ایران همین حالا، زنان، جوانان جوابشو دادن و دقیقا صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعلام جنگ به مردم در ایران و جهان هست. ما در بیانیه‌مون همین رو گفتیم و قطعا باید به تمام سیاست های کثیف و غیر انسانی جمهوری اسلامی و جنگی که با مردمش و علیه انقلاب زن، زندگی، آزادی راه انداخته باید اشاره کرد و توجه جهانیان رو به این موضوع جلب کرد. بسیار خوب، خیلی متشکر. من فکر میکنم لاهه گفتم به اشتباه، فکر میکنم دنهاخ هلند بود. فردا 25 آوریل تجمعی که شما گفتید روبروی پارلمان ساعت 1 تا 3 اروپای مرکزی، درسته؟ بله درست گفتین، لاهه همون دنهاخ هست. بسیار خوب، دنهاخ پس به هلندی میگن، من به زبان تردید فارسی داشتم که لاهه. ممکنه اشتباه گفته باشم. خیلی نه ممنون درست. پریسا پوینده که همراه ما بودید در برنامه پخش ما. مرسی، ممنون از شما و همه بینندگانتون.